درود به همه شما که با آنتن هستید. آریان هستم و با یک بخش از دانش و فناوری در خدمتتونم. از جمله اصلی ترین دگرگونی ها در عصر فضا ظهور شرکت های فضایی خصوصی با فعالیت در حوزه گردشگری فضایی است و به این ترتیب است که افراد عادی هم در آینده می توانند به فضا سفر کنند. از شرکت های پیشتاز در صنعت گردشگری فضایی می توان ویرجین گالاکتیک و بلو اوریجین را نام برد. این شرکت ها در تلاش هستند تا در سال 2020 اولین پروازهای تجاری با افراد عادی و غیر فضانورد را به لبه فضا انجام دهند. ویرجین گالاکتیک برای ارسال گردشگران به سفرهای فضایی هواپیمای منحصر به فرد به نام اسپیس شیپ 2 و شرکت بلو اوریجین کپسول فضایی نیو شپرد را طراحی کرده است. دوست دارید به این سفر برید؟ تا چند سال پیش اگر می‌خواستیم بریم فضا باید 20 میلیون دلار می‌پرداختیم. ولی الان بلیت پرواز با این دو هواپیما برای گردشگران فضایی حدود 250 هزار دلاره. اینجوری که داره پیش میره شاید تا سال‌های آینده با 2-3 هزار دلار هم بشه رفت. از جمله دیگر طرح‌های فضایی ساخت و ارسال کاوشگرهای رباتیک به سیاره‌های مختلف منظومه شمسی به ویژه سیاره مریخ با هدف کشف نشانه‌هایی از حیات و در آینده ساخت پایگاه‌هایی برای زندگی فضانوردان را می‌توان نام برد. زندگی در سیاره‌های دیگر می‌تواند انسان‌ها را در معرض خطرهای فراوان از جمله پرتوهای خطرناک کیهانی، کمبود مواد خوراکی و درمان قرار دهد. به همین دلیل کارشناسان در تلاش هستند تا پیش از سفر انسان به سیاره‌های بیگانه امکانات مناسب برای زندگی انسان‌ها را ایجاد کنند. ساخت ایستگاه‌های فضایی جدید در مدار کره زمین که جانشین ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌شوند هم از جمله طرح‌های محققان در زمینه فضا در آینده نچندان دور است. دانشمندان برای ساخت پایگاه و خانه برای فضانوردان و گردشگران فضایی در نظر دارند از چاپگرهای سه‌بعدی استفاده کنند که به وسیله مواد اولیه موجود در سیاره و بدون نیاز به حمل و نقل مواد اولیه از زمین به سرعت پایگاه و محل سکونت فضانوردان تهیه شوند. کارشناسان اعلام کردند در صورتی که در دهه‌های آینده سفر به سیاره مریخ و اسکان فضانوردان در آنجا روی دهد، یکی از اولین رویدادها به دنیا آمدن نسل جدیدی از انسان‌ها در خارج از سیاره زمین است. برخی کارشناسان تخمین می‌زنند تا سال 2061 امکان دارد هزاران نفر به فضا سفر کنند و حتی در سایر سیاره‌های منظومه شمسی زندگی کنند. یکی از پروژه‌های مهم دانشمندان برای مسکونی کردن سیاره‌ها حفاری است. در این پروژه، ربات‌ها با قابلیت کنترل از راه دور به حفاری اعماق لایه‌های درونی سیاره‌ها می‌پردازند و مواد ارزشمند را استخراج می‌کنند که برای ساخت سفینه، موشک‌های فضایی، ساخت پایگاه‌های فضایی و حتی تأمین مواد اولیه ضروری برای حیات، چون آب و انرژی، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین طرح‌ها در آینده کشف آب یا پوشش یخ در سیاره‌های منظومه خورشیدی است. آب اصلی ترین عنصر حیات برای زنده ماندن انسان هاست و تأمین آب سالم یکی از نیازهای اصلی و ضروری برای مسکونی کردن سیاره‌ها و انتقال انسان ها از زمین است. کارشناسان اعلام کردند با توجه به رشد سریع فناوری‌ها تا 50 سال آینده، تجهیزاتی باور نکردنی در فضا مشغول به فعالیت خواهند بود که اکنون تنها در حد یک طرح و ایده ناممکن به نظر می‌رسد. محققان پیش‌بینی می‌کنند در دهه‌های آینده بخش زیادی از جمعیت کره زمین در سیاره‌های دیگر زندگی خواهند کرد.
با سپاس از شما، لطفاً برای ما بنویسید. آیا شما حاضرید در یک سیاره دیگر زندگی کنید؟